بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه مایکروسافت وورد. درس امروز ما در برنامه مایکروسافت وورد ادامه درس تیبل هست. ما شما در درس دیروز طریقه ها و مفهوم تیبل بحث کردیم و درس خواندیم. بحث امروز ما در تب انزرت در تیبل دیزاین و لیاوت تیبل هست و بحث های خود در بخش دیزاین و لیاوت ادامه میدیم. خب این به تب انزرت و تیبل، از اینجا ما یک تیبل را ترتیب میکنم، بهش میگیم تعداد کالم ها 5 کالم باشه، تعداد روها به این تعداد روها باشه. خب کالم اول آیدی در چمه، کالم دوم نیم، کالم سوم فادر نیم، کالم چهارمی مثال پروگرام، کالم پنجم مارکس یا سکور. آیدی نمبر نیم، نام پدر، برنامه‌ای که می‌خوانند نمراتشون. آیدی نمبر دوم نیم، نام پدر، برنامه، نمرات. آیدی نمبر سوم زکی، نام پدرشان طاهر، در برنامه ورد نمرشان هست 87. اگر نیاز به ریکارد بعدی باشه از طریق آپشن هم میتونیم و یا با پرس کردن تب اتومات روی بعدی اضافه میشه. با خاطر دیزاین تیبل اینجا به نام تیبل تولز و دیزاین تب باز شده. با تب دیزاین کلیک میکنیم، بعدا آپشن های دیزاین تیبل باز میکنه. از اینی بطن ما میتونیم تمامی تیبل انتخاب کنیم. خب آپشن های اول در دیزاین نوشته هستن تیبل استایل آپشن. اگر ما میمی آپشن ها را فعال و یا غیر فعال میکنیم هیچ نوع تأثیراتشون در تیبل دیده نمیشه. ببینین این آپشن ها را ما فعال و غیر فعال میسازم. به خاطر از اینکه در تیبل ما کدام استایل ما استفاده نکردیم یا در تیبل ما کدام استایل وجود نداره، پس یا شش آپشن زمان قابل تطبیق هست که ما استایل به تیبل خود انتخاب کرده باشیم. پس میم در تیبل استایلز، اینجا استایل هایی که هستن، ما میخواییم تیبل ما چنین استایل داشته باشه. پس همین استایل رو که ما استفاده کردیم بعدن به این شش آپشن میریم. هی در رو، روی اول همین استایل داشته باشه یا نداشته باشه، توتال رو، روی آخری، باندی رو، روهای مرکز، فرست کالم، لاست کالم، باندید کالم، فقط این آپشن ها در استایل موجوده انتخاب میکنه که کدام طرف استایل میخواین، کدام طرف تیبل استایل شما نمیخواین. یک تنظیمات کاملا اختیاری هستی که شما در استایل استفاده شده کدام طرف استایل نمیخواین، به کدام طرف استایل میخواین، شما انتخاب میکنین. در تیبل استایل، استایل های مختلف هستن. البته این استایل ها، استایل های تنظیم شده مایکروسافت ورد هستن. از این استایل ها و تیبل ها ما میتونیم استفاده کنیم چون این استایل باشه. اگر استایل ها خوشت نامد، اینجا نویشه هستن Modified Table Styles، میتونیم در استایل موجوده ایدت کنیم. با Modified کلک میکنیم، رنگ متن ما میخواییم رنگ سرخ باشه، باردر ما میخواییم چون این باردر باشه، سایز باردر و اینی سایز میخواییم، با تمامی تیبل میخواییم بله، بگراند شان چی رنگ میخواییم؟ خب رنگ باردر ما میخواییم چونین رنگه باشه، درست است. بگراند رنگشان چونین رنگه باشه. بعدن بالای اوکی کلک میکنیم، در همون ستایل که ما استفاده کردیم تغییرات آوردیم. در تیبل ستایل نوشه هستن کلیر. کلیر به معنی ازی که ستایل که ما استفاده کردیم ما نمیخواییم، ستایل بر ما پاک میکنه. Ctrl Z نمیخوایم باشه. آپشن بعدی چه میگه؟ New Table Styles. اگر شما غیر از این استایل ها دیگه استایل جدید میسازین، بعدا به New Table Style کلیک میکنین. زمان اینجا کلیک کردین نام استایل چی باشه؟ استایلی که شما میسازین به چی نام میسازین؟ نام باید شما انتخاب کنین که بعدا به اون نام بفهمین. خب مثال به نام New باشه، درست است. نویت خط شد. خب به نام New میگه کدام استایل وجود داره. به نام New اینجا می نیوان، بعدن
نوعیت خط تایمز نیو رومان انتخاب میکنم. سایز متن 12 میکنیم. بولد همچنان باشد. رنگ متن اینی رنگ انتخاب میکنم. باردرشان اینی باردر میخوایم. رنگ باردر ما میخوایم رنگ سرخ باشه. با تمامی تیبل میخوایم بله. بک‌گراند چی بک‌گراندی را میخوایم. بک‌گراند ما میخوایم چنین بک‌گراندی داشته باشه. میگن only in this document یا دیگه دکومنت ها هم باشه. پس ما میخوایم دیگه دکومنت ها هم باشه. ما استایل ساختیم به نام نیو ون. حالا اگر اینجا کلیک میکنیم بعدن از همون استایل بالای تیبل ما میتونیم استفاده کنیم. آپشن بعدی نوشته هستن شادینگ. اگر شما به بک‌گراند تیبل ها رنگ های مشخص انتخاب میکنین یا رنگ مشخص انتخاب میکنین وظیفه شادینگ هست. حال تمامی تیبل انتخاب است. ما میخواییم سلو های کالم یا ایدی رنگشان یا بک‌گراندشان چنین بک‌گراند باشن یا چنین بک‌گراند باشن. یکی چی بک‌گراند میخواییم میتونین انتخاب کنین. اگر شما تنها به اکسل مشخص میخواین فقط هم سر انتخاب میکنین باز هر بک‌گراندی را که میخواین انتخاب کرده میتونین. یعنی شرط نیست که باید تمامی تیبل انتخاب باشن. شاید شما به سلهای مشخص شادینگ یعنی بک‌گراند یا یک رنگ انتخاب میکنین پس مین هم سلهای مشخص انتخاب میکنین. یک چی سلهای را میخواین انتخاب به شما هست. بعد نوشه هستن بخش باردرز. باردرستایل باردر همون لین ها را بنامه باردر یاد میکنه. فریم یا چاکات های سیل ها و تیبل را بنامه باردر یاد میکنه. اگر شما باردر را تغییر میدین میگین که اینی باردر باشه قلم براتون پیشنهاد میکنه. هر طرفی که این باردر را میخواین بعدن همون موقع را کلیک میگیرین کشف میکنین بعدن همون موقع همون باردر اضافه بشه. ما میخواییم در باردر دیگر استفاده کنیم اینی باردر باشه. بعدن این موقع ما میخواییم که همون باردر اضافه شد. هم باردر در موقعیت صفحه میشون. نه اما میگم یک ستایل باردر رو تغییر میتونم. برش میگم چون این ستایل داشته باشون. رنگشان رو تغییر میتونم. اینجا نوشته سن پن کلر. و رنگشان رو تغییر میتونم چون این بنگه باشون. هر جایی که خواسته باشین از همون باردر میتونیم که استفاده کنیم. ما میخواییم سایز باردر انتخاب کنیم. سایز باردر به اینی اندازه باشه. پس میگم در اون موقع باردر که استفاده میکنیم سایزشان رو تغییر داریم. کدام سایز انتخاب میکنیم اینجا شما میتونین انتخاب کنیم. چی رنگی را با باردر میخواییم انتخاب کنیم. ما استایل باردر را میخواییم این استایل باشه. این استایل را میخواییم سایزشان همی یک سایز است. رنگ باردر را رنگ سرخ انتخاب میکنم. باز اینی باردر میم میگن باتم به طرف پایینی باردر باشه. به طرف پایین خب ما میم تمامی تیبل انتخاب میکنم. برش میگیم آل باردرز. با تمامی تیبل همی استایل ما میخواییم. ای که شما اینجا شما تنظیمات کردین از باردر میتونین استفادهش کنین. چهار طرف باشه. نو باردر فقط اوتساید. چهار طرف باردر باشه. نو باردر هیچ باردر باز نمی باشه. باردر پینتر اگر شما میخواین از قلم استفاده کنین باردر پینتر. ها دیگه اختیار به شما هست ای که تا کدام موقع باردر میخواین تا کجا میخواین باردر پینتر. اگر نمیخواین بارش کلیک میکنین پس قلم براتون غیر فعال میکنه. بعد از دیزاین گروپ تب بعدی تب لی‌آوت هست. بخاطر تنظیمات بیشتر در تیبل از تب لی‌آوت ما میتوانیم استفاده کنیم. در تب لی‌آوت اینجا نوشه هستن سلیکت. سلیکت به معنی انتخاب کردن. خب ما میگیم در دیزاین یک فرمت ساده را یک دیزاین ساده را انتخاب میکنیم. خب در جایی که فعلا هستیم جایی را که ما انتخاب کردیم باز در لی‌آوت میگیم اینجا در سلیکت چی میگن؟ سلیکت سل امون سل انتخاب کنه هر خانه تیبل بنام سل یا حجره یاد میکنه. فعلا در کدام سلی که بودیم امون سل انتخاب شد. خب به اساس ضرورت ما میگیم یک سل انتخاب میکنیم. انتخاب میکنیم کنترل بی برش میگیم دیتایش بولد باشه. سل انتخاب کردیم در دیزاین میگیم برش میگیم شادینگ داشته باشه چنین شادینگ داشته باشه. درست؟ یکی یک سل شما انتخاب میکنیم بعدن دیزاین یا فرمت باره همون سل مشخص میخواییم داشته باشیم باز میگیم استفاده میکنیم. خب ما در اینی سل هستم بعدن میم در لی‌آوت در سلیکت نویشه هستم سلیکت کالم
در جایی که هستیم همون ستون انتخاب میکنه. یکی شما در این ستون چی تنظیمات انجام میدین؟ دلت میکنین؟ فرمت استفاده میکنین؟ اختیار به شما هست. در لیاوت بعدن در سلیکت نویشه هستن سلیکت رو، همان رو را انتخاب کنه. در سلیکت هستیم همان رو را انتخاب میکنه. یکی شما در این رو چی تنظیمات انجام میدین؟ انجامش بدین. سلیکت تیبل تمامی تیبل انتخاب میکنه. بعد نویشه هستن ویو گریت لاین. گریت لاین ها را نشان بده یا نشان نده. ما میگیم در دیزاین در باردر برش میگیم نو باردر. همین نقطه نقطه لاین هایی را که میبینین این را بنامه گریت لاین یاد میکنه. گریت لاین در چاپ نمیه. گریت لاین فقط کالم و رو را با هم تفکیک میکنه برای ما. خب توسط همین گریت لاین ها ما یک رو و یک کالم و یک سل با دیگه سل تفکیک کرده بتانیم. اگر میخوای که همین گریت لاین هم نباشه باز میگیم در لیاوت ویو گریت لاین غیر فرم میکنیم. گریت لاین نیست اما تیبل هست، اما بدون گریت لاین. درست؟ اگر میخوایم که گریت لاین باشن باز میگیم در لیاوت ویو گریت لاین فال میسازیم. اگر میخواین که باردر استفاده کنین، زمانی که شما یک تیبل باردر استفاده کردین باز اصلا گریت لاین هیچ معنی نداره و گریت لاین نشان نمیدن. بعدا نویشه هستن پراپرتیز. به خاطر تنظیمات بیشتر تیبل از پراپرتیز استفاده میکنین. البته همی تنظیمات اینجا هم هست، بسیاری از همون تنظیمات اینجا هست و اینجا ما میتونیم که بحثای داشته باشیم. اینجا در پراپرتیز تنظیمات هایی که هستن اینجا هم هستن. نویشه هستن درا تیبل. ما شما در درس دیروز درا تیبل رو بحث کردیم. اگر خواسته باشیم تیبل خود ما رسم کنیم، خود ما بسازیم که کجا کالم باشه، کجا رو باشه، با درا تیبل کلیک میکنیم. بعدن در هر جایی که میخوینیم موقع در میتونیم درا تیبل کنیم. البته می استایل آخری که ما استفاده کردیم ما مستایل است. استایل تغییر میتونیم بین در دیزاین تغییرش بدیم. مثال استایل ما میخوایم استایل این استایل باشه. رنگشان تغییر میتونیم، هیچ مشکل نیست رنگشان تغییر داده میتونیم. هر لینه هر موقع را جدا جدا میتونیم که استایل ها استفاده کنیم. اینا میگن درا تیبل. نمیخواییم درا تیبل استاپ میکنیم، برای درا تیبل کلیک میکنیم درا تیبل استاپ شد. نویشه هستن ارسر. تیبل ارسر هست ریموف میکنه باردر مشخصی را که شما میخواییم پاکش کنیم. به ارسر کلیک میکنیم، اینی موقع باردر را نمیخواییم، اینی باردر را نمیخواییم. هر باردر را که شما در تیبل میخواییم که موقع مشخصی را پاک کنین ریموف کنین ارسر. بعد از ارسر نوشه هستن دلت. خب موضوع دلت واضح هست. دلت پاک میکنه در تیبل روی مشخص سیل کالم و یا تمامی تیبل ها. در دلت نوشه هست دلت سیل، همین سیل دلت کنه. اما سیل که دلت میکنی جایگزین ازی سیل طرف لفت قرار میگیره. درست هست؟ بله. وقتی یک سیل پاک میکنی، یک خانی تیبل پاک میکنی، با جای ازو باید یک سل قرار میگیره. یکی محتویتش هست میگه که اینی سل خالی بانه، اینجا خالی باشه. وقتی مکمل یک خانه را تو پاک میکنی با جای ازو باید دیگه خانه قرار بگیره. در دلت نوشه هست دلت کالم. مثال براتون گفته میشه که اینی کالم اضافی است. دلت کالم من در درس دیروز به شما گفتم که وقتی یک تیبل شما میسازیم معمولا کوشش میکنیم که چی کالما و چقدر روهایی که ضرورت است و ما اندازه تیبل را ترتیب میکنیم. یکی بعدا در تیبل کالم اضافی است دلت میکنی، روی اضافی است دلت میکنی، یا کالم و روی جدید ضرورت است، مشکل نیست. از تیبل لی‌آوت میتونیم تنظیمات کنیم. دلت شب کالم برای همون کالم پاک میکنه. کدام کالم؟ در کالمی که شما کرسر گذاشتیم، همین که در اون کالم کلیک کردین در موقعی که هستین باز همون کالم دلت میکنه. دلت رو را پاک میکنه. یکی کدام رو را شما دلت میکنین؟ فقط قرار میگیرین دلت رو.
و دلت تیبل تمامی تیبل را پاک میکنه. ما دوباره کنترل زد گفتم نمیخوایم یعنی. بعد از دلت موضوع رو ان کالمز بخش انزرت هستن. در موقعی که هستیم انزرت اباف به طرف بالا یک رو ضرورت است. ببینین جایی که رو ضرورت است در اونجا قرار بگیریم. اباف بلو به طرف بالا این موقع یا به طرف پایین این موقع، کدام موقع؟ در جایی که هستیم، در جایی که ما شما کرسر را گذاشیم به طرف بالا یا به طرف پایین رو را اضافه میکنه. آیدی نمبر 4 من اینجا درج میکنم به نام پوپن، نام پدرشان هست امید، برنامه ورد میخوانن، نمبرشان هست 45 نمره. در موقعی که هستیم انزرت بلو، در هر جایی که هستی، در وسط تیبل هستی، به طرف بالای تیبل، در هر جایی که هستی، همونجا بر ما چی را اضافه میکنن؟ برای ما رو را اضافه میکنن. آیدی نمبر 5 به نام سلیم، نام پدرشان کمال، برنامه ورد میخوانن، نمرشان هستن 95. در تابل یاوت تیبل بعدا نویشه هستن insert left. خب در موقعی که هستیم به طرف چپ، به طرف چپ اینجا هستیم، مثال به طرف چپ کالم اضافه میکنه، ستون اضافه میکنه. باز این کالم یکی چی را اضافه میکنه؟ اضافه کنه. مثال تایمش نه مانده بود، تایم ذکر نکرده بودیم، اینجا ما میخوایم تایم ذکر کنم. یا در موقعی که هستیم insert right، به طرف راست کالم ضرورت است که فی یا فیسشان هم درش نکردیم. به اساس ضرورت کالم اضافه کردیم، بعدا دیتا انتری کردیم. فقط در کدام جهت left right، طرف راست یا به طرف چپ تیبل، در این موقعی که هستیم شما کالم هم میخوین میتونین که از این آپشن استفاده کنیم. آپشن بعدی نوشته است مرج. مرج سلز، مرج یعنی یک جا بساز، یک جا ساختن. من در داکومنت جدید برتان این سال کار میکنم. خب میم مثبت انتر میکنیم، بعدا تاب پرس میکنیم، تیبل ما ساختیم توسط شارتکت. آیدی باشه، نیم باشه، بعدن جاب، گریت و سالری. آیدی نمبر 1 نیم طاهر، وظیفهشان آیدی هست، گریدشان ای پلاس، معاشان 19 هست. آیدی نمبر 2 ولید، ادمین هستن، گریدشان هست ای، معاشان هست 15 هست. به طرف بالای از این تیبل یک رو را اضافه میکنم. دلی اوت میم اینجا چی میگم؟ insert above. تمامی سل های امی رو را انتخاب میکنیم تا که merge cell فعال شود. اگر در یک سل باشه merge cell غیر فعال است. اونجا چی میگم؟ merge cells. پس چندین سل باید انتخاب کنی که تو از merge cell استفاده کنی. امی چندین سل به یک سل تبدیل میکنم. نوشته میکنم اورکار تیبل. به اساس ضرورت یه آپشن استفاده کردیم. دیتا را هم در وسط میخواییم که باشه. درست. هدف مرج سله فهمیدیم؟ مثال این سله ها را ما مرج میسازم. دو سله بیشتر از یک سله انتخاب کنم مرج سله کار میکنم. به اساس ضرورت سلها را مرج ساخته. نوشه هستن split cell. اگر شما در سل موجوده دیگه سلها را اضافه میکنین وظیفه split cell است. مثال در اینجا نوشه است ID، من یک کالمی دیگه را یک سل دیگه را هم اضافه میکنم. اینجا نوشه میکنم ID یعنی شماره. به اساس ضرورت split cell. اوکی. اینجا نوشه میکنیم نام. اینی یک سل به دو سل تبدیل میکنم. خب بس این سل هم میتونه جاب و یعنی وظیفه. خب حالا فعلا ضرورت به یک سل دیگه هستن. ای که تو به سه سل میخوایی به دو سل، سه سل فقط انتخابش میکن. گریت، مثال درجه،
سپلیتسل اوکی سلری یعنی معاش به اساس ضرورت سلاح را اگر شما به دیگه سلاح تبدیل میکنین دیگه سلاح را در اکسل میخواین اضافه کنین وظیفه سپلیتسل هست. بعد از سپلیتسل نمیشه از سپلیت تیبل تیبل تقسیم میکنه. اگر شما میخواین در یک موقعیت مشخص تیبل با هم جدا بسازین بعضی روها را از یک تیبل جدا میسازی، پس در اون موقعیت که تو تیبل جدا میسازی باید کرسر را بگذاری در لیاوت بین باز چی میگین؟ سپلیت تیبل. سپلیت در تیبل اینتو تو تیبلز چیزی را که ما گفت اونجا تیبل را به دو تیبل تبدیل میکن. آپشن بعدی نوشته است اوتو فیت. دا اوتو فیت چی میگن؟ اوتو فیت کانتنتز تیبل به سایز محتویاتشون فیت شد. یکی در یک تیبل چقدر به کالام ها دیتا هست به اون سایز انتخاب میکنن. اوتو فیت ویندو به اساس ویندو فیت شد فکس کالام وید. ما اوتو فیت کانتنتز گفتم، حالا که اینجا دیتا انتری میکنیم باز به اساس دیتا انتری ما کالام بزرگ میشه. اگر میخوای که اگر میخوای سایز کالام ها همونطور فکس باشه دیتا انتری اوتومات به طرف پایین قرار میگیره باز مین the auto fit اینجا چی میگین؟ فکس کالام وید. فعلا کالام ها همونطور باز فکس میباشه دیتا انتری باز کجا قرار میگیره؟ دیتا انتری باز به طرف پایین رو قرار میگیره. درست است؟ باز کجا قرار میگیره؟ به طرف پایین رو قرار میگیره. خب برش میگیم اوتو فیت ویندو درست است. سایز روها چقدر میخواییم؟ درست؟ یکی یک رو را تو میخوایی سایزش کم و زیاد بسازی بازدمو یک رو قرار بگی. شاید سایز روها را تمامی روها را تو نخواهی کم و زیاد بسازی، به هر روی که تنظیمات میکنی همان رو را قرار میگیری. سایز کالم چقدر باشه؟ این بعضی کالم ها بعض ستون ها را بیشتر میسازی سایزش باز کم میسازی. اختار به شما هست. دستربیوت رو تمامی سایز روها مساوی باشه. دستربیوت کالمز سایز تمامی کالم ها ستندر یک سان باشه. این اپشن ها رو خب میفهمین دیگه. فقط موقعیت متن ها در سل ها کجا باشه. امی سایز روی اول هم یکم بیشتر میسازم. امی دیتا ها فعلا در وسط هست اما به طرف بالا، نه در وسط سل میخواییم نه به طرف پایین سل میخواییم. به طرف پایین میخواییم اما طرف راست در وسط باشه. فقط این هدف هستن. تکس دایرکشن اگر متن مشخص را جهتشان را تغییر میتونیم، مثال آیدی را جهتشان را چنج میکنین وصفی تکس دایرکشن هست. نویشه هستن سل مارجینز. اگر شما هاشه های سل ها را تعیین میکنین به طرف بالا و به طرف پایین چقدر باشه، همون موقعیت های اضافی چهار طرف سل ها را به نام مارجنز یاد میکنه. سل مارجنز میگن allow spacing between cells. بین سل ها سپیس باشه؟ بله بین سل ها اینقدر سپیس باشه. بین سل ها فاصله استاندارد ما تعیین کردیم. فاصله بین سل ها را میبینیم هر قدری که میخواین. اوتوماتیکلی ریسایز تو فیت کانتنتس. اگر اپشن فعال باشه اوتوماتیکلی سایز کالم به اساس سایز دیتا ها تعیین میشه. اگر ما خواسته باشیم که نه فکس باشه قسمی که اونجا در اوتو فیت بس کرده جاپشن غیر فال میکنه، حالی کالم ها فکس میباشه دیتا انتری ما به طرف پایین یا به رو قرار میگره. ما این به دیزن در تیبل ستایل اکسترال استفاده میکنیم. از این ستایل ها استفاده کنیم بعدن این تیبل به حیث تیبل تایتل هم شناخته میشه. نوشه هستن بخش آخری تب لیاوت تیبل دیتا و نوشه هستن سورت. سورت به معنی ترتیب کردن. اگر شما تیبل به اساس کالم های مشخص میخواین که سورت کنین ترتیبش کنین وظیفه سورت هست. به سورت کلیک میکنیم در سورت چی نوشه؟ سورت بای به اساس چی؟ به اساس کالم ایدی نیم فادر نیم. تیبل ستایل استفاده کنین باز اینجا نمی عناوین می. اگر ستایل استفاده نکنین باز می یک کالم اول کالم و دو کالم سی باز یک کدام کالم می که انتخاب میکنین. ما به اساس ایدی سورت میکنم. تیبل ما ببینیم به اساس ایدی سورت نیست. 4 و 1 و 2 و 3 و 5 این سورت نیست، ترتیب نیستن. ایدی را ما می خیم سورت شد.
نمبر از بله نمبر از ascending از عدد کوچک به عدد بزرگ اگر متن باشه یعنی A to Z. descending از عدد بزرگ به عدد کوچک اگر متن باشه Z to A. متوجه باشین وقتی که سورت صورت میگیره تمامی روحا حرکت میکنه، تنها عدد حرکت نمیکنه، تنها عددی که حرکت کنه با سورت هیچ معنی نداره. حال اینی آیدی نمبر 5 سلیم است، آیدی نمبر 4 پوپل است، مکملی محتویتش باید حرکت کنه. ascending بله حالا ببینیم آیدی نمبر اول و دو سه چار این 4 پوپل 5 سلیم بسار منظم شد. میم با سورت کلیک میکنیم، مثال به اساس ماکس به اساس نمرات سورت میکنیم. کسایی که نمریشن بیشتر هستن باید سورت شد، کسی که زیاد نمره گرفته باز به تعقیبش دیگیش ترتیب کرد. خب این که شما چی رقم سورت میخواین در یک تیبلی که کار میکنین باز میفهمین که باید چطور سورت استفاده کنین. خب من میم برش میگم آیدی هست درست هست، اگر به اساس نام ها سورت میکنین به اساس نیم باید سورت بگیم. بعد از سورت خب اینجا در سورت یک موضوع دیگه هست، من میگم به اساس آیدی سورت شده و ascending بله و سورت then by marks ascending بله به اساس آیدی سورت میشه با فرمت marks که فعلا همین فرمت منظم است. descending اگر بگیم مارکس هم نمبر است بله، به اساس نام تکس هست ascending شد. خب اینی هم sort هست. اگر شما غیر از یک کالم دیگه کالم هم میخواییم میتونیم که دین و انتخاب کنیم. پاراگراف هست using پاراگراف بله، types from Texas بله descending اونجا هم descending شد به اساس نام ها. بر نام ها را همچنان اینجا مد نظر میگیره، یعنی نه ما فقط میخوایم اون فرمت ID ascending شد درست است. نوشته سن repeat header رو اینه header ما هست، یک تیبل بدون header ترتیب نمیشه. یک تیبل را که ما میسازیم header میدرشه باشه. فرض کنین همین تیبل ما تعداده روحایشان زیاد شد، در چندین صفحه قرار گرفت، بس تیباله از دو صفحه، سه صفحه، پنج صفحه تعداد صفحات میگیرن. حالا بیاین به صفحه بعدی، در صفحه بعدی آیا هیدر تیبل هست؟ نیست. ما چطور دیتا انتری کنیم؟ اگر چاپ کنیم دیتا ها تنها چاپ میشه، بازی مناسب نیست. اگر ما میخوایم که همی تایتل یا هیدر تیبل در دیگه صفحات هم تکرار بیه، باز مین دلی آوت دمی تایتل کلیک میکنیم ریپیت هیدر رو. حالا بیاین به صفحات بعدی، در صفحات بعدی هیدر تیبل تکراری آمده، در چاپ هم باز می یک تیبلی که بیشتر از یک صفحه باشه هیدر تیبل در دیگه صفحات میخوایی که باشه، هم در صفحه دیده شوه و هم در چاپ به باز ریپیت هیدر رو فال میکنی و اگر غیر فال ساختی باز دیگه نمی باشه. موضوع بعدی نوشته سن convert to text. اگر شما این فرمت تیبل به تکست تبدیل میکنین باز convert to text بگوین. ما شما در درس دیروز یک بحث داشتیم که چطور میتونستیم تکست به تیبل تبدیل کنیم. اینجا بحث ما برعکس از است، یک تیبل میخوای به فرمت تکست تبدیل کنیم، وظیفه convert to text هست. اگر خواسته باشیم این تکست به تیبل تبدیل کنیم در تب insert در تیبل، ما شما اینجا convert to text بحث کردیم. اوکی اگر به تکست تبدیل میکنی در لیاوت تب در تب لیاوت اینجا نوشته هستن convert to text، نوشته هستن فرمولا. خب به اساس ضرورت میشه که فرمولا هم استفاده کنیم. ما میخواییم مجموعی فیس اینجا جمع کنم، میگیم به فرمولا اینجا شما باز بینویسیم، باش میگیم مساوی سم قوس باز داخل قوس میگیم عبف قیمت های بالا را برای ما سم کنن، از اینکه قیمت ها به طرف بالا هستن. اگر طرف چپ می بود باز داخل قوس نوشته می کردیم left، اگر طرف پایین می بود bottom نوشته می کردیم.
ما میخواییم که آیدیو ها حساب شد چند نفر هستند. حالا خود تعداد ریکارد ها و روح ها کم است، که تعداد زیاد باشه و تو میخوایی که قیمت های مشخص جمع کنی یا کاونت کنی. مثال باش میگه مساوی کاونت قوس باز عبف، بله سل های بالا را برای ما حساب کنه چند نفر است. در سل های بالا یا در ریکارد های بالا 5 نفر است. اینجا نمیشه میکنم مثال برش میگم که فرمول استفاده کنه، کسی که بلندترین نمره گرفته چند نمره است، مساوی مکس قوس باز از کدام قیمت ها؟ قیمت های بالا. 100 نمره بلندترین نمره هست. در فرمولا میگیم برش میگیم مساوی مین قوس باز از قیمت های بالا پایین ترین نمره رو دریافت کنن. میگیم به فرمولا برش میگیم مساوی افریج قوس باز از قیمت های بالا حد اوسط نمرات بر ما دریافت کنه، حد اوسط نمره نمرات بالا رو بر ما دریافت کرد. درس امروز ما در برنامه مایکروسافت ورد در تب اینسرت ادامه تیبل.